اگر ما دایره رو از روبرو ببینیم، همیشه اون رو در داخل یک مربع میتونیم فرض کنیم. الان من دو تا مربع به حالت ایزومتریک و پرسپکتیو کشیدم. ایزومتریک یعنی اینکه هر دو تا ضلع مربع که روبروی هم هستن کاملا موازی و مساوی هم هستن و پرسپکتیو هم همونطور که میدونید در واقع از ضلع موازی به نقاط پرسپکتیو نزدیک میشن. اول باید بیام تمام قطرهای مربع و وسط اضلاع رو به هم وصل کنم. بعد از اینکه این خطوط رو کشیدم میام این نقاط رو به هم وصل میکنم. یکی از این نقاطی که در وسط ضلع قرار داره وصلش میکنم به گوشه یکی از اضلاع. وسط این زاویه رو در واقع روی این ضلع مشخص کنم، این قسمت یک نقطه به من میده و اگر که از این نقطه موازی این ضلع حرکت کنم و یک مربع بکشم، قطر این مربع رو رسم کنم، از تلاقی این قطر و قطر اصلی مربع یک نقطه ای ایجاد میشه که دایره ما باید از این قسمت عبور کنه. حالا من از همین نقطه شروع میکنم یک مربع در داخل مربع اصلی میکشم و به این صورت نقاط دیگری که برای کشیدن دایره قراره بهمون کمک کنه ایجاد میشه و من میتونم دایره رو به راحتی به این صورت ترسیم کنم. حالا اگر که همین مربع به حالت پرسپکتیو وجود داشته باشه، من میتونم دایره رو در قالب همین مربع ببرم و بکشم. ببینید قطرها و وسط اضلاع رو کشیدم. الان میام اون نقطه مهم رو مشخص میکنم. از تلاقی قطر این مربع با قطر اصلی نقطه مهم ما ایجاد میشه و حالا از این نقطه شروع میکنم مربع رو میکشم. دوستان عزیز، امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.